دیگه به یه متن دیگه نگاه کنیم که باز برگرفته از امتحان تافل هست و هم خیلی بخشی از این رو ترجمه کنیم، تحلیل کنیم و کلماتش رو یاد بگیریم و در ادامه هم به سوالاتش پاسخ بدیم. نوشته There are two main kinds of sloths. دو دسته اصلی از این جانور وجود داره. Sloth اسم یک جانور است. The two-toed and the three-toed. تو میدونید که معنای انگشت پاست. اونایی که سه تا انگشتی هن و اونایی که دو تا انگشتی هن. گفته Of these, the three-toed is considerably more slothful. از بین این دو گروه اونایی که سه انگشتی هم خیلی تنبل‌ترن، فاجعه‌وار تنبل‌ترن. چرا؟ توضیح میده، میگه که it hangs upside down from a branch suspended by hook-like claws at the end of its long bony arms. یعنی به صورت وارونه سر upside down دیگه آویزون میشن از شاخهای درخت ها به طوری که معلق میمونن و این کار رو با استفاده از اون پنجه هایی که دارن انجام میدن. پنجه هاشون هم که طبعا نوشته در انتهای دستای استخونیشونه یا حالا در انتهای بازوان استخونیشون است. گفته که It feeds on only one kind of leaf و صرفا از یک نوع برگ تغذیه میکنه. یعنی این حیوان صرفا از یک نوع برگ درخت یا بوته حالا تغذیه میکنه. اسمش سکروپیا هست و گفته که which happily for these sloths grows in quantity and is easily found. که از شانس همین حیوان، از شانس خوش این حیوان در واقع به وفور یافت میشه و خیلی سهل الوصوله and easily found. یعنی چیه؟ یعنی خیلی راحت میشه اینو در واقع یافت. گفته no predators attack these sloths. هیچ مهاجمی به این حیوان حمله نمی کنه. Few indeed can even reach it و اگر هم یه وقت خریت کنن این کار بکنن تعداد معدودی هستن که دستشون بهش برسه چون احیانا مثلا میره در ارتفاع خیلی بالای مثلا درخت ها میمونه اینجا. گفته که and nothing competes with it for the cecropia و هیچ حیوان دیگه یا هیچ کس دیگه یا هیچ چیز دیگه بهتر بگم در موضوع غذا باش رقابت نمیکنه. یعنی تنها کسی که این غذا رو میخوره همین حیوانه، هیچ کس دیگه به اون منبع غذاییش هم دستبرد نمیزنه. و گفته که lulled by this security و مست و خرامان از این امنیتی که داره، امنیتش از ما بیشتره. گفته که it has sunk into an existence that is only just short of complete torpor. اینقدر حال دلش خوبه، اینقدر بی دغدغه است که یه وضعی داره انگار که در خواب زمستانی، یعنی اگر یک تلنگری بهش نزنی میره تو خواب زمستانی. میدونید یعنی این که عملا ویندوزش داره داون میشه. گفته که it spends 18 out of 24 hours soundly asleep و تقریبا 18 ساعت از 24 ساعت رو به طور کامل خوابه. خوشا به حالش واقعا. و در ادامه گفته it pays such little attention to its personal hygiene that green algae grow on its coarse hair and communities of a periphotic moth live in the depth of its coat producing caterpillars which graze on its moldy hair. و اصلا به بهداشت خودش اهمیت نمیده و اینقدر اهمیت نمیده که خزه روش رشد میکنه. یعنی این حیوان اصلا به خودش نمیرسه، اینقدر دیگه تنبل و تکون نمیخوره و تو آب هم نمیره که روش خزه رشد میکنه. و در ادامهش توضیح داده که پارازیت ها و در واقع میان روی این زندگی میکنند و داستان داره دیگه. و در جمله بعدی گفته its muscles are such that it is quite incapable of moving at a speed of over a kilometer an hour. ماهیچه‌هاش هم اینقدر تنبل بار اومده که ماکسیمم مثلا میتونه در یک ساعت یک کیلومتر حرکت کنه. یعنی اگه فرض کنیم که بخواد راه بره این حیوان میتونه در ساعت یک کیلومتر راه بره، در مقایسه با مثلا پلنگ هیچی نیست. و در ادامه اون گفته که even over the shortest distances، اگه حتی در فواصل کمتر هم سرعتش خیلی پایینه. مثلا فرض کنیم بخواد دستش رو تکون بده، این حرکت دستش مثل اسلو موشن های فیلم میمونه، یعنی خیلی کنده. یک کیلومتر در ساعت خیلی کمه دیگه.
And the swiftest movement it can take, it can make is a sweep of its hooked arm. و سریع‌ترین در واقع حرکتی که میتونه انجام بده چیه؟ حرکت اون پنجه‌های هوکدارش دیگه. هوک مثل قلاب، هوکد به معنای چیزی شبیه قلاب. و گفته it is virtually dumb و بی سر و صدا است، حیوانیست که سر و صدایی از خودش در نمی کنه. And its hearing is so poor that you can let off a gun within inches of it and its only response will be to turn slowly and blink. یک حرکت عاشقانه اینجوری میزنه و یک چشم دو تکون میده، یعنی یک چشمکی میزنه میگه. و شنواییش اینقدر کمه، یعنی سنگینه، شنواییش اینقدر پایین ضعیفه که اگر در چند اینچیش گلوله شلیک کنی یعنی به زور میشنوه. و اگر عکس العملی نشون بده، عکس العملش اینه که مثلا یه سری تکون بده و یه چشمک عاشقانه ای بزنه، همین. و گفته که even its sense of smell و حتی حس بویاییش، با این که در ادامهش گفته though it is better than ours، گرچه از حس بویایی ما انسان ها بهتره، is very much less acute than that of most mammals. هرچند در مقایسه با انسان حس بویایی بهتری داره، ولی در مقایسه با بقیه پستانداران حس بویایی قابل تعریفی نداره، همچین تعریفی نداره. و در آخر گفته که and it sleeps and feeds entirely alone، و زندگی اجتماعی هم نداره، این به تنهایی زندگی میکنه. من نمیدونم اینا از کجا زاد و ولد میکنه، سوالیست که سالها ذهن اندیشمندان رو درگیر کرده، چون تنهایی زندگی میکنه دیگه، مگه اینکه گردافشانی کنه از همون خزه هایی که روش رشد کرده بود. در صورت من سوالای اینا رو براتون میذارم، امیدوارم که دوات متن رو درک کرده باشید، سوالاتش رو بخونید، پاسخ بدید و جوایز ما رو دریافت کنید. موفق باشید.